اما گفتیم که آقای احمد فردی کل فرهنگ و تمدن و تاریخ موجود رو تحت تأثیر تفکر غرب میدونست، غرب زده به شمار میآورد. اما اگر ما بخوایم این تاریخ رو نفی کنیم و بذاریم کنار، اون وقت باید چی بذاریم؟ یعنی الان تکیگاهمون، ما الان وایسادیم، روی جایی وایسادیم، شما این مستقر رو، مقام رو از زیر پای ما میکشیم، ما پامون کجا بذاریم؟ برای اینکه تو خلع رها نشیم و ساقط نشیم، حالا اون پس فردا که نشده، الان امروز ما باید پامون رو کجا بذاریم؟ اینجاست که در اندیشه سید احمد فردی که به سید عباس معارف ها منتقل میشه اینه که تنها جایی که از دستاندازی غرب، یعنی از غرب زدگی، از وست اینتاکسیکیشن در امان بوده، روایات اسلامیه. و همین دلیل تکیه‌گاه شما اگر پاتون رو از این تاریخ بیرون بذارین میشه روایات. و البته به ویژه بعد از انقلاب آقای فردید یه ارتباط قوی تر از پیش با قرآن و روایات برقرار کرد و حتی در صدد بود که یک واژه‌نامه قرآنی بنویسه، یک اتیمولوژی تطبیقی عربی فارسی بنویسه. اما این رهنمود به طور کلی باعث شد که سید عباس معارف در کنار دروس خارجی که میخوند رهسپار قم بشه و در اونجا در کلاس آقای علی دوانی در جلسات درس ایشون شرکت کنه. آقای علی دوانی البته کتاب‌های بسیار زیادی ایشون ازش به جا مونده، اما به خصوص یکی از کتاب‌های ایشون خیلی اهمیت داره و اون در واقع جلد 13 بهارالانوار مجلسیه که ایشون اون رو خوند و تصحیح کرد و تنقیحش کرد و بعد منتشرش کرد و مورد توجه اهل حوزه هم قرار گرفت. اهمیت اون کتاب در چیه؟ در اینه که اون جلد 13 مربوط به حضرت امام زمان، امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه. یعنی اینجاست که شما میبینید که چطور اندیشه فلسفی دکتر فردید توسط عباس معارف و به طور کلی حوزه عباس معارف با موعودگرایی شیعی پیوند میخوره. یعنی یک طرف هایدگر میگه ما در پایان جهانی، احمد فردید میگه پس فردا نزدیک و قریب الوقوعه که پایان تاریخ و زمان و آغاز عصر جدیده. و بعد آقای مجلسی که زمان ظهور رو بر اساس روایات مشخص میکنه و مسئله کتابی که آقای علی دوانی نوشته، مرحوم علی دوانی پدر خانم فاطمه رجبی نویسنده کتاب معجزه هزاره سومه، معجزه هزاره سوم. یعنی این قائل بودن به زمان سیکلیک و ادوار هزاره ای که در پایان هر هزاره ای یک ظهوری صورت میگیره و اون ناجی موعود میاد و کل این
چی رو تموم میکنه؟ مهر باطل به چی میزنه؟ به این فرهنگ غرب زده. ببینید چطور. البته آقای علی دوانی، مرحوم علی دوانی، ایشون فقط تنها فرزندشون که خانم فاطمه رجبی نیست، ایشون فرزندان ذکوری هم دارن که اونها هم تحت تأثیر جهانبینی فردید قرار داشتن از طریق عباس معارف یا خودشون، یعنی تحت تأثیر پدرشون و اون تحقیقات پدرشون بودند. مسئله در واقع موعودگرایی مهدوی و یعنی آقای محمد رجبی که ایشون اصلا چند سال ساکن آلمان شد و اونجا تحقیقات فلسفی کرد بعد از انقلاب، در ارتباط مستقیم بود در اون دوران انقلاب با آقای عباس معارف. عباس معارف با این دیدگاه در زمان انقلاب، در برهه بعد از انقلاب وارد کیهان شد و مدیریت کیهان رو بعد از خلع مدیریت سابق به عهده گرفت و در کیهان بود تا اینکه دکتر ابراهیم یزدی اومد و کیهان رو گرفت و یه نفر از دوستان خودش رو گذاشت توی کیهان. ولی آقای عباس معارف تو کیهان موند اما دیگه مدیریتشو نداشت. اما در واقع کیهان شد پایگاه طرفداران سید احمد فردید، کسانی که سرشتشون با دشمنی با غرب و عدم امکان تعامل با غرب پیوند خورده بود. چرا؟ چون اصولاً غرب رو رو به زوال و پایان و انحطاط میشه مردن، یعنی غرب الان در پایان هستی خودش قرار داره. این مطالبی که امروز الان به کرات میشنویم از زبان بسیاری. از آقای فردید وقتی که انقلاب شد با توجه به اون سابقه در ارتباط با انجمن شاهنشاهی فلسفه و دانشگاه تهران و غیره و زاله باید تصفیه میشد، دانشگاه تعطیل میشد، تصفیه میشد. ایشون نظر به حضور شاگردان خودش، حضور نیرومند شاگردان خودش در مؤسسه کیهان و در قسمت‌های دیگه که انقلابیون گرفته بودن، این شاخه از انقلابیون در واقع گرفته بودن، در ایران مون و کسی هم به ایشون متعرض نشد. اما ایشون انتظار داشت که مورد توجه قرار بگیره، یعنی مثلا اون انقلاب فرهنگی زمامش به دست ایشون سپرده بشه نه به دست دکتر سروش. ایشون یک نامه نوشت به آیت الله خمینی و گفت من خودم رو خدمتگزار انقلاب میدونم و اعتقادم بر اینه که این انقلابی که در ایران صورت گرفته تا منتهی میشه به ظهور حضرت مهدی، یعنی چون ایشون باور داشت به پایان جهان، چون هایدگریان بود، هایدگریانیست بود چون که گفتم، و این انقلاب رو مقدمه ظهور میشمرد و بعد میگفت که آقای سروش ایشون پوپریانه، شاگرد پوپره که من میخندم به نظریات پوپر. اینو تو نامش نوشته. من آماده خدمتم، به من یه خدمتی محول کنین که انجامش بدم. چه آقای سروش آخه ظرفیت این کار رو نداره. اما پیشنهاد ایشون توسط آیت الله خمینی مورد قبول قرار نگرفت. ایشون دیگه در حاشیه بود، شاگردانش البته پیشش میرفتن و اما افکار آقای فردی از طریق این جریان
منتهی شد توسط شخص عباس معارف به ظهور یک جریان فلسفی به نام حکمت اونسی. یکی از شاگردان مستقیم آقای فردی آقای دکتر احمد احمدی بود که در سال 1157 ایشون رساله دکترای خودش رو در رشته فلسفه گذروند. این آقای احمد احمدی در قسمت‌های مختلف مسئول سازمان‌هایی که وظیفه تدوین کتب دانشگاهی رو بعد از انقلاب عهده‌دار شدن و اصولاً ایشون همون دیدگاه‌های احمد فردید رو که من در مورد عباس معارف گفتم، همون ضدیت با قبل رو، همون مخالفت با جامعه باز رو، اینها رو ایشون ناقلش بود، حاملش بود و هست. یعنی مثلا یه شخصی مثل آقای احمد جنتی که هیچ سررشته ایشون با جهان بینی فلسفی نداره، ایشون یه دفعه اومده مثلا انتقاد کرده از آقای پوپر و نظریه جامعه باز. خب اینو از کجا شنیده؟ ایشون در ارتباط با آقای احمد احمدیه. یعنی این نظریه هایی رو که آقای فردید ارائه داده بود، شاگردان آقای فردید هم از شاگردان مستقیمش مثل آقای رضا داوری اردکانی، مثل آقای احمد احمدی یا شاگردان شاگردانش، یعنی کسانی که از طریق عباس معارف آشنا شدن با مقوله‌ای به نام حکمت اونسی و غیره، اینها غرب ستیز بودن، مثل مثلا آقای غلام حسین الهام، شوهر دختر آقای علی دوانی، خانم رجبی، نویسنده کتاب معجزه هزاره سوم. آقای غلام حسین الهام هم وزیر دادگستری بودن در دولت نهم، هم مشاور ریاست جمهور بودن در دولت نهم و هم عضو حقوقدانان شورای نگهبان بودن در کنار آقای احمد جنتی. یعنی جایی که باید آرا خونده بشه، در واقع چگونگی نفوذ و تسلط این جریان فردیدگرا که کاملا در زمان آیت الله خمینی در حاشیه بود، کاملا در حاشیه بود. ضمناً همچنان که در اولین صحبتم گفتم، اینها عزیزان به مسئله ظهور ناجی موعود و به نظریه مهدویت گرایی به عنوان یک تئوری سیاسی نگاه میکنند. اما چون صحبت از امام زمان و ظهور میشه، مردم عوام اینها رو با حجتیه اشتباه میگرفتن ظرف این 31 سال، در حالی که این قضیه اصلا ارتباطی به حجتیه نداره. حجتیه خواب این چیزها رو ندیده، خوابش رو ندیده. حجتیه اصلا تئوری سیاسی نداره، این مطالب اصلا ارتباطی به حجتیه نداره. اون کسانی که این مطالب بسیار بسیار ریشه دار فلسفی رو که ریشه در آرمان‌های ایران شهری داره با مقوله حجتی اشتباه میگیرن، نمیشناسن احمد فردید و این جریان رو، این مطالب رو نمیشناسن، عباس معارف رو نمیشناسن، حکمت اونسی رو نمیشناسن، آقای احمد احمدی رو نمیشناسن، آثار آقای علی دوانی رو مطالعه نکردند. به این دلیل همینجوری میگن حجتیه.
این وسطی عده‌ای هم آدرس غلط میدن عمدن. در واقع آقای رضا داوری اردکانی و آقای احمد احمدی و اینها بودن که در واقع پای آقای مصباح یزدی رو به این عرصه باز کردن. آقای مصباح یزدی اصلا اهل این حرف نبود، نه اهل انقلاب بود، نه اهل فعالیت های انقلابی بود، با انقلابیونی مثل شریعتی هم مخالفت می‌ورزید. در زمان آقای خمینی هم اصلا حضوری نداشت. اما چی شد که اومد و وسط میدون رو پر کرد؟ به خاطر مباحث فلسفی، به خاطر مباحث تلویزیونی. اولین جایی که ما میبینیم آقای مصباح یزدی بعد از انقلاب سر و کلش پیدا میشه تلویزیونه. یعنی در حقیقت در برابر اون جریان فلسفی که انقلاب فرهنگی به او سپرده شده بود، یعنی آقای دکتر عبدالکریم سروش، این جریان داشت یارگیری میکرد، نیروگیری میکرد برای اینکه هم جریانات مختلف فکری و فلسفی رو در محاق قرار بده و هم به طور کلی دست جریان سروش و جامعه باز رو ببنده و از عرصه خارجش بکنه. این جریان بود که وقتی آقای سروش رفت در قم سخنرانی کنه، سخنرانیشو به هم زدن. یعنی در حقیقت شاگردان سید احمد فردید، اینها در سرشت خودشون مقوله غرب ستیزی و غرب زدائی رو قبولاندن. مقوله اینی که الان تمدن غرب در انحطاط مطلقه و به پایان جهان ما رسیدیم، این رو باور دارن. اینی که انقلاب اسلامی مقدمه ظهور عنقریب بسیار نزدیک ناجی موعوده، این رو باور دارند. اشخاصی که ما بارها در برنامه‌های خودمون راجع بهشون صحبت کردیم، اینها شاگردان شاگردان این مکتبند. یعنی امثال حسن عباسی ها توتیه هایی هستن که سخنگویی رو در برابر آینه هایی که این گویندگان و معلمان پشتش قرار گرفته بودن فرا گرفتن و میان توتیوار تکرار میکنن. اینها فاقد این دیدگاه های فلسفی هستن. این دیدگاه فلسفی از نیمه اول قرن 20 تا حالا فعال بوده، تا الان به اینجا رسیده که در واقع تمامی سیستم فکری ایران رو، سیستم فکری ایران، سیستم فکری موجود در ایران رو با انواع تنوع‌هایی که داره میخواد پاکسازی کنه، یک دست سازی بکنه. اینجاست که عزیزان ما مشاهده میکنیم که یه شخصی که فارغ التحصیل همین مکتبه، یعنی عمری رو در آلمان گذرونده و بعد تحت تأثیر شدید این مکتب قرار داشته، پیش از رفتن و بعد از رفتن، موقعی که انقلاب شده یه جوون کم سن و سالی بوده و بعدم رفته به آلمان و بعد اومده، یعنی محمد علی رامین در جایگاه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد. شما ملاحظه بفرمایید که ایشون به طور آشکار و علنی زیر عنوان معاونت وزارت ارشاد دست به تأسیس یا اجازه تأسیس سایت های نئونازی، سایت های نازی، یعنی سایت های هیتلرگرا داد. چرا؟ دلیل داره.
دلیل فلسفی داره. این دلیل فلسفی چیه؟ این دلیل فلسفی باز ما رو دوباره به هایدگر برمیگردونه. به خاطر اینکه هایدگر در 1933 با نوشتن یک مقاله عضو حزب نازی شد در آلمان. یعنی به طور مشخص یک پیوند مشخص وجود داره بین جوهر این نظریه و اون روشی که هیتلر داشت تبلیغ میکرد و در جامعه جاش داشت پیاده میکرد که از توش کتاب سوزان در میاد. آقای نقدی، سردار نقدی میگه ما باید یه انقلاب بکنیم و این کتاب ها رو از بین ببریم. خب این عیناً در آلمان در زمان هیتلر اتفاق افتاد. آقای رامین اومد یک نمایشگاهی گذاشت به عنوان ساتانیزم، به اسم ساتانیزم، شیطان پرستی، و تمامی رشته های مختلف فکری و عقیدتی موجود در جامعه ایران رو شیطان پرست کن. یعنی دو غرفه در نمایشگاهی که آقای رامین در محل وزارت ارشاد برپا کرد به تصوف اختصاص داشت. غرفه های دیگه هم به رشته های دیگه اختصاص داشت. همه از نظر ایشون شیطان پرستن. چرا؟ چون آقای رامین و یاران آقای رامین که نهایتاً همه فارغ التحصیلان مکتب سید احمد فردیدن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، اینها اشتباه میکنن و نمیدونن که دارن اشتباه میکنن. اینها میخوان همون نظریه احمد فردید رو، یعنی غرب زدگی رو، به عنوان یک واقعیت تلقی کنن. یعنی مثلا مکتبی مانند تصوف رو با این همه ریشه تاریخی که داره به زور هزار سریش و چسب میخوان به صهیونیسم بین الملل پیوند بزنن. یعنی اون مقوله غرب زدگی رو که سید احمد فردید مطرح کرده بود، اینها اومدن بهش یک نام غربی دادند، اسمش رو گذاشتند ناتویزم. این واژه ناتویزم رو برای اولین بار یکی از شاگردان مکتب کیهان به کار برد. یعنی یه جوونکی به اسم پیام فضلی نژاد در یک کتابی به اسم ناتوی فرهنگی، یعنی همون مقوله غرب زدگی سید احمد فردید رو، اسمش رو گذاشت ناتویزم. اینها پیرو نازیزمن. وقتی من میگم اینها پیرو نازیزمن، مقصودم کل نظام نیست، مقصودم این جریان خزنده‌ایه که داره رشد میکنه و بر همه جا داره سیطره پیدا میکنه در داخل این نظام. و یعنی فرض بفرمایید که آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی، اعضای حزب مشارکت، کارگزاران، تمام اینها رو اینا به عنوان شاگردان شیطان معرفی کردن تو همون نمایشگاه ساتانیزم. تمام سران جنبش سبز رو به عنوان شاگردان شیطان و ساتانیست معرفی کردن، به عنوان شیطان پرست معرفی کردن. یعنی به عنوان پیاده نظام یا شوالیه های ناتوی فرهنگی غرب معرفی کرد. ببینین اون بحث غرب زدگی که سید احمد فردید مطرح کرد و الان توسط یک جوانکی به اسم پیام فضلی نژاد به عنوان شاگرد حسین شریعت مداری سر حلقه کیهانی ها به اسم ناتویزم مطرح میشه، چه ابعاد فاجعه باری داره. این جریان خزنده است که اومده و با
دست گذاشتن روی شورای نگهبان و طرح قضیه نظارت استصوابی خارج از چهارچوب قانون اساسی، اینها همه امور، سررشته همه امور رو به دست گرفتن. هر نوع انتخاباتی رو، هر نوع هر چیزی رو. یعنی در واقع الان اون نظریه سید احمد فردیه که به کرسی نشسته در ایران، چیزی که 31 سال در محاق بوده. اما اینها اشتباه میکنن. یعنی این بحثی که به زودی پس فردا آغاز میشه و همه این رشته های مختلف فکری و فلسفی و عرفانی و عقیدتی که وجود داره همه غرب زده است و همش به نوعی در ارتباط با ناتوی فرهنگیه، این غلطه. تصوف در ارتباط با ناتوی فرهنگی نیست و با هزار سریش هم نمیشه وصلش کرد به ناتوی فرهنگی. یعنی شما خودتون اومدید و تمام آحاد مملکت رو، تمام جنبه های متنوع فرهنگی، قومی، عقیدتی رو در این مملکت داریم دشمن میشموریم. اینها رو اعضا و سربازان یک جهانبینی مندرآوردی که یه بچه اسمشو گذاشته ناتویزم قرار دادی و بعد میخواد باهاش بجنگی. اما اون تکیه گاهی که شما میخواین بهش اتکا بکنید که با این بجنگید، اینها همه افکار یه فردیه به نام سید احمد فردی که برداشت ناقص و نادرست بوده از یه حرف غلطی که هایدگر زده. این اشتباه بزرگیه که به قیمت گزافی هم تموم میشه. ما این مبحث رو در گفتارهای دیگه دنبال میکنیم. خدا یار یاور شما عزیزان باشه.